جمعی از کارگران قراردادی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا در برابر هتل دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی تجمع کرده و خواستار برخورد با پیمانکارانی شدند که دستمزد کمی به کارگران می‌پردازند. در تجمع این اعتصاب کنندگان برنی سندرز، سناتور دموکرات و حامی هیلری کلینتون در انتخابات 8 نوامبر حاضر بود و گفت: ما به آقای ترامپ و همه می‌گوییم که وقتی میلیون‌ها تن از ما در کنار هم هستیم، پیروز خواهیم شد. هیچ کس ما را متوقف نخواهد کرد. یکی از اعضای حزب دموکرات مجلس نمایندگان نیز به یورو نیوز میگوید موضوع همکاری با ترامپ مطرح نیست، بلکه مسئله همکاری با مردم است. ما تمرکز زیادی بر آنچه برخی سیاستمداران یا تجار بزرگ انجام میدهند کرده ایم. این تمرکز باید متوجه مردم باشد. دنی گلاور بازیگر سینمای هالیوود نیز در این تجمع به یورو نیوز گفت این بی‌مسئولیتی است که او را چهره سال بنامیم. بر چه مبنایی؟ بر مبنای اینکه برنده آرای الکترال بوده، بر مبنای اینکه به مردم دروغ گفته، بر مبنای تمام ماجراهایی که بر سر زنان آورده و آنگونه که درباره زنان فکر می‌کند، بر مبنای نژادپرستی‌اش. یک نژادپرست چهره سال است. من وحشت زده‌ام. این کارگران شرکت‌های پیمانکار را متهم به نقض پرداخت دستمزدها، اصول ایمنی و سلامت خود می‌کنند. کارگران یقابی که در پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ به عنوان ابزار به کار گرفته شدند، اکنون خواستار اقدام هستند و این اقدام را به سرعت می‌خواهند. ترامپ باید این کارگران را در کارزار خود نگه دارد.